سلام رندای عزیز، خوش آمدید به چنل میگریشن یا فرصت مهاجرتی. خبر امروزی ما در مورد کیسای امریکا است. جمهوری خواهان تحقیقات را برای رسیدگی به خروج از افغانستان آغاز میکنه و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا در سال آینده با آغاز خروج ایالات متحده از افغانستان در اکثریت تحقیقات خود در دولت بایدن اهداف را اینها میخواهند تعیین کنند. و گفته شده که این خبر چرا برای زمان مهم است؟ گفته شده این آغاز تحقیقات در مورد تخلیه بی سابقه است که پس از حمله طالبان به کابل بیش از 120 هزار نفر اینها از کشور تخلیه کردند و این عملیات با یک حمله انتحاری که 13 تن آمریکایی و 200 تن افغان در این انتحاری کشته شده و این خبر پنهان شده و این تحقیقات احتمالاً توسط کاخ سفید در مقایسه با تحقیقات حزب جمهوری خواه در مورد هانتر بایدن اینها چی میشه؟ بررسی میشه. همچنان از شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه جمهوری خواهان به دنبال اطلاعات در مورد برنامه ریزی و ارتباط در مورد خروج و هر گونه تر احتمالی هستند. از پنتاگون جمهوری خواهان در مورد خروج نیروها از جمله دلیل منطقی برای هدف پشتیبانی هوایی قبل از تخلیه شهروندان آمریکایی سوال میکنند و همچنان از DHS جمهوری خواهان اطلاعات در مورد عملیات خوش آمدید از متحدان و روند بررسی و جابجایی پناهندگان درخواست میکنند و از سوی USAID جمهوری خواهان به دنبال بسته شدن برنامه ها و هر گونه برنامه های USAID که هستن در حال حاضر در کشور فعال هستن از این همچنان از پیشان پرسان میکنه و یک دستیار نظارتی جمهوری خواه به اکسکیوز گفته که آنها عمدتاً بر تصمیم برای انتقال هوایی به خارج از فرودگاه بین المللی تجاری حامد کرزی و اجازه دادن به طالبان برای مسئولیت امنیت محیطی فرودگاه متمرکز هستند. آنها همچنین در حال بررسی عدم برنامه ریزی در مورد جابجایی پناهندگان هستند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه با اکسکیوز گفته موضوع ما این است که بجز برخی بودجه های خاص ماموریت قانونی سیگار محدودیت به بودجه موجود برای بازسازی افغانستان است. از زمان تسلط طالبان از سال 2021 ایالات متحده کمک های خود را برای بازسازی افغانستان متوقف کرده است و اکنون بر کاهش فوری وضعیت انسانی در این کشور تمرکز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه به USAID به همکاری با نهادهای نظارتی از جمله کمیته های کنگره و بازرسان کل هر دو آژانس علاوه بر سیگار ادامه می دهند.